گوش کن چی میگم. گوشم قربان. از امروز دیگه فعالیت شما تمومه. قربان یعنی تعقیبات نکنم؟ مگه کار دیگه ایم میکرد؟ نه خب قربان. حالا خب حالا میتونی برگردی سر کار اوله. کدام کار؟ تو آقور. میدونی تو تون کار بهتر میتونی پول در بیاری. ولی قربان جسارت ها میبخشید. مثل این که قرار بود ما رسمی بشیم. دیگه از رسمی شدن خبری نیست. قربان ما که خیلی خبرها به شما دارم. درسته. من اشتباه میکردم. من باید پسرمو رسمی کنم. پس میبینی که جای هیچ گونه شک و شبهه‌ای باقی نمیمونه که تعقیبش کنی. خوش اومدی. مرامت. به سلامت. قربان پس اقلن یه دونه از اون چاییتون بدید بخوریم تا لذت ببریم. مگه یه بسته بهت ندادم؟ به سر مبارک تمام شد. خیلی خوب. یه بسته دیگه هم بهت میدم که نگی سهرابی بد آدمیه. بس چی؟ چی گفتی؟ میخواستم بگم که آدم خوبی هستید قربان. بعد یه عمر خدمت دیدی چطوری بیرونمو کرد. نزاش اقلن رسمی بشیم. به من میگه برو تو آغل. حالا حقشه که یه چیزی ها؟ راستی اون از کجا فهمید که من تو آغل گوسفند میخرم؟ حالا یه بلایی سرت بیارم تا عمرداری قسط بدی. حالا میبینی. بیا برو ببینیم. رد شو. کجا؟ اومدم به حساب آقای سهرابی چلو کباب. برو پیکارت مردی که کلو بردار. اون ماشین آقای سهرابیه، خودشم اونجا نشسته. گفته دیگه هیچی بهت ندم. برو ببینم. خب چرا هول میدی؟ بیا برو آقا، برو پیکارت ببینم. چرا هول میدی؟ بکنی چه؟ آقای سهرابی الان اینجا بودن. آقا بابا دارم میرم. برو بذار به کارمون برسیم. مثل اینکه نوبرش آورده، نگاش کن. برو دیگه. خیلی خب رفتم. برو دیگه اینجا باید نصف. برو برو آقا. خیلی خب حساب تو میرسه. شده. آقای جوادی چه؟ چی شده تقیه؟ آقا مسجد تحت نظره. چی؟ کسی رم گرفتن؟ دارن میگیرن. آقا مرتضی هم تو مسجدن. گفتن متن اعلامیه‌ای که تازه رسیده نباید به دست مامورا بیفته. کاملا درسته. ببینم میشه الان کسی بره تو مسجد؟ بله، ولی مواظب همه هستن. خیلی خوب، تو برو متن اعلامیه رو از آقا مرتضی بگیر بیار. برو. اگه مشکلی پیش اومد چی؟ همین کاری که بهت میگم بکن. برو. راستی یه دقیقه صبر کن تقیی. بیا اینجا. اینم پیشت باشه. چشم آقا. نگران نباش. شما باش برید. خیلی مواظب باشی. چشم آقا. بیا پسر، میدونی که مسجد در محاصره است. به هیچ قیمت این اعلامیه ها نباید دست معمولین بیافته. سلام علیکم. مطمئن باشه. آفرین. سلام علیکم. سلام علیکم. این خوبه. آوردیمش دیگه. بله.
بله، ولی خودت هم باید همکاری کنی. جون و ده شما برای ردگم کردن با این گوشه از مسجد خیلی خوب بیرون. باشه دیگه، امر ندارید حاج آقا، میتونم برم. البته به سلامت، فقط خیلی مواظب باش. باش. تو باید با این پوشه که صورت مخارج مسجده حواس مأمورین رو پرت کنی، گمش نکنی. یا خدا حافظش. صبر کن ببینم این چیه. یه نگاه بهش بکنم. این کلک بچه هاست، بگیر نشون. وایسی ببینم. آقا مرسه سالمه یا نه؟ یه خورده بیشتر احتیاط کن. آره، ولی تو مسجد هنوز نگرفتنش؟ نه، تو مسجد بود. یه راست برو خونه. به بچه ها سلام برسون. آفرین. اصلا نمیتونستم باور کنم یه روزی اینقدر مثمر ثمر واقع میشم. میبینی همکاریشون چقدر برای ما ارزنده است؟ آره، بچه های شجاع و ایثارگری هستن، باید بهشون تبریک گفت. آقای جوادی چی شد آقای قاضی؟ آقا مرتضی رو گرفتن بردن. بله، حدسشو میزدم، مخصوصا با این اوضاعی که پیش اومده بود. خب حالا چی کار باید بکنیم؟ مثل این که اوضاع خیلی خطرناک شده. خطر که همیشه بوده، ولی حالا بیشتر شده. ما به فعالیتمون ادامه میدیم. فعلا تا اعلامیه های جدید تکثیر و پخش بشه یه مدتی طول میکشه. گل سرسبد منی، میتونم بگم که از حالا بهت افتخار میکنم. متشکرم.
پدر، از مدرسه به این بزرگی فقط یه نفر دستگیر شد. آره پسرم، این شاکلیدشونه، بقیه هم از طریق همین یکی شناسایی میشن. اونا غیر ممکنه بتونن از چنگ من فرار بکنن. اگه بیگناه باشه چی؟ پدرت اشتباه نمی کنه. از تو شاگردا چرا کسی را نگرفته؟ وقتی سردسته رو بگیریم بقیه شون هم دستگیر میشن. تو به کسی مشکوک نیستی؟ دارم دنبالشون میگردم ولی هنوز نتونستم پیداشون کنم. تو از این به بعد نماینده من تو مدرسه ای. اگه خبری گیرد اومد بیا مستقیما به خود من بگو. من رو تو خیلی حساب میکنم. باشه. خب حالا شامتونو بخورین، بعدنم میتونین صحبت کنین. باشه.